بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت خانم‌ها و آقایان و بزرگداشت و گرامیداشت یاد پدر طارقانی و دختر شبستی و بانو اعظم طارق. من فکر میکنم که موضوع بحث این جلسه در واقع مسئله زن هست و البته به دلیل اینکه در سالگرد آیت الله خامنه‌ای این بحث مطرح میشه لابد شنونده انتظار داره که نسبت و ربطی هم میان آیت الله خامنه‌ای و مسئله زن بشنوه که خب فکر میکنم سرکار خانم در پایان فرمایشاتشون این رفت و نسبت رو برقرار کردند. ما ببینید امروز با واقعا یک بحران روبرو هستیم، بحران زن در جامعه ایران امروز، و البته این تنها بحران جامعه ما نیست. جامعه کنونی ما انباشتی از بحران‌های مرکب و در هم تنیده است. بحران‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، اتمی، سیاست خارجی و بحران‌های روزمره‌ای که همه دارن تجربه می‌کنن، بحران فقر، فاصله طبقاتی، نان، مسکن، آب، هوا و هر چیز دیگری که متأسفانه امروز به زندگی مردم ما در سراسر میهن ارتباط داره، بحران زده است. و یکی از این بحران‌ها بحرانی است حول مسئله زن، یعنی زن، زنانگی و هر آنچه که در ارتباط با زنان وجود داره امروز به شدت پروبلماتیزه است. و من میخوام عرض کنم که این پروبلماتیک البته محصول جمهوری اسلامی نیست. پروبلماتیک زن در ایران معاصر همچون در تمام جهان اسلام مدرن و معاصر حاصل یک شکاف و مواجهه تمدنی است که ما اگر بخوایم بهش بپردازیم در این فرصت کوتاهی که من دیگه واقعا با این یوروبی که مجری محترم گفتم من پشیمون شدم که اصلا شروع بکنم، به دلیل اینکه حتی تو کنفرانس های آکادمیک علمی هم 20 دقیقه وقت میدن به هر سخنران، ولی خب ایشون خیلی سخت گرفت یوروب. من تو این یوروب هیچی نمیتوانم بگم جز رؤوس مطالب. رؤوس مطالبی که من میخوام عرض کنم این است که تا اونجایی که به اسلام برمیگرده ما یه تجربه تاریخی داریم در دوران نبوی و خلفای راشدی، تجربه مشخصی است که من فرصت ندارم اینجا واردش بشم. همین مقدار میگویم که زن از آنچنان ایجنسی و فاعلیتی برخوردار بوده که میاد پیامبر خدا رو به چالش میکشه و باهاش مجادله میکنه و بعد به این مناسبت سوره ای نازل میشود به نام مجادله، و این سوره با این جمله شروع میشه خطاب پیامبر که خدا شنید مجادله اون زن رو با تو. آمده بود پیامبر رو به چالش کشیده بود و به همین ترتیب حضرت فاطمه، عایشه، بعد حضرت زینب، زنان گوناگون در صدر اسلام که مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی، مطالبات
جنسیتی. میدونید سوره مجادله اساسا شأن نزولش یک امر جنسی است. من فرصت ندارم وارد توس تفصیل بشم، ولی خب ما یه گذاری داریم از تجربه بنیانگذار، تجربه دوران تأسیس عصر نبوی و بعد تا حدودی عصر خلفای راشدین، اما بعد یک شیفت تاریخی اتفاق میفته که در تمام خلافتها و سلطنتهای عربی و ایرانی ما با یک پدیدهی روبرو میشیم که تا قرن 19 وارثش بودیم، وارث یه سنت، یه سنت تاریخی که در متن این سنت هم شریعتی شکل میگیره، فقهی شکل میگیره که ما امروز در واقع بعد از هزار سال او رو به ارث بردیم، فقه هزار ساله اسلامی و به خصوص شیعی، فقهی که از جهات مختلف مثل هر گفتار دیگری، مثل هر ایده دیگری، مثل هر پیام و دیسکورس دیگری در ارتباط با بافت تاریخی خودش، در ارتباط با کانتکستی است که یا روی او عمل و کنش میکنه یا در قبال او واکنش نشون میده. و از این قاعده البته وحی و پیام نبوی هم قطعا مستثنا نیست و به همین دلیل هم هست که در اصل اسلام و در متن قرآن و در متن پیام نبوی نیز ما نیازمند اجتهاد و نوسازی و نوآوری هستیم. اما فقه هزار ساله‌ای که از یک طرف بر بستر دوران فئودالی شکل گرفته، از یک طرف در ارتباط با یه متن مناسبات بردهداری، و بعد از یک طرف هم در یک دوران مرد پدر سالارانه، پاتریارکالیسم تاریخی، پاتریارکالیسم ایرانی و به طور کلی پیشامده که فقط اختصاصی به ایران هم نداشته، و تمام فرهنگ سنتی هزار ساله گذشته ما رو در بر گرفته. زن در فرهنگ پیشامدرن ما، در فرهنگ هزار ساله، در سنت هزار ساله چه تصویری ازش ترسیم میشه؟ ببینید وقتی میخواستن مردا رو مجازات بکنن ریششون رو میتراشیدن، یعنی یکی از مجازات ها این بوده که ریش زن رو، ریش مرد رو بتراشن تا بگن که او زن است. صفت زنانگی توی متون اندرزنامه ما، توی متون اخلاقی ما، توی متون حکمی و فلسفی ما، حتی در یه متنی مثل احیاء علوم غزالی بخونن دوستان، اگر عربی نمیتونن بخونن کیمیای سعادت رو بخونن، واقعا جملاتی داره تو فقه ما، تو تفسیر ما که من شرمم میاد اینجا. باور کنید از خانم ها مخصوصا شرم میکنم که وقتی جناب غزالی در احیاء، غزالی یک در واقع شخصیت دوران سازه در فرهنگ اسلامی و ایرانی، البته به روایت سنی اشعری، اما همین غزالی رو شما ببینید در امر جنسی، در مسئله زن حدیث نقل میکنه از ابن عباس در ارتباط با سوره فلق، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب. برید ببینید چی میگه از قول ابن عباس. من شرمم میاد اینجا بگم. تصویری که از زن ارائه میشه، صفات زنانه ای که تو فرهنگ ارائه میشه، ضعف، بیوفایی، خطرناک بودن به لحاظ سکس، همین جناب غزالی، من غزالی مثال میزنم، علمای شیعه هم از این حرفا کم ندارن، میگه زن رو باید کرد تو خونه، اصلا پنجرم از پنجرم نباید ببینه، نه فقط مردی او رو نبینه، بلکه حتی روزن و پنجره هم تو خونه نباشه که او مردی رو ببینه. فرصت نیست من اینجا متن سخنش رو بخونم. خب این فرهنگ این سنت خب تو اون دوره مسئله ساز نمیشد. چرا؟ برای که زنان یک قشر در خود بودند، زنان یک گروه در خود بودند، هنوز تبدیل به یک گروه برای خود نشده بودند.
گروه برای خود یعنی یک گروهی که رسیده به سرحد سابجکتیویته، رسیده به سرحد سوژه بودگی و عاملیت و خودآگاهی به خودش به عنوان یک گروه، به عنوان یک قشر، به عنوان یک طبقه. زنان گروه بودن، همیشه زن بوده، ولی در خود بوده. در خود بوده یعنی به خودش به مثابه یک گروه متعین و مشخص متمایز از مرد خودآگاهی نداشته و در نتیجه ما جنبش زنان نداشتیم. جنبش زنان از زمانی به وجود آمد در جهان و در ایران که زنان از یک گروه در خود به تعبیر هگل تبدیل شدن به یک گروه برای خود، ایجنسی پیدا کردن، عاملیت پیدا کردن، تبدیل شدن به سابجکت تاریخی، سوژه تاریخی به عنوان فاعل تاریخ. خب در دوران قبل از قرن 19 چنین مسئله نبود، یعنی زنان پذیرفته بودن خودشون این تصویر از خودشون رو، چه رسد به مردان. ریش مردان رو میدید چرا شیدن؟ برای که مجازاتشون بکنن تا بگن زن. اصطلاح امرد تو ادبیات ما، امرد یکی از بدترین ناسزاها بوده دیگه. و بعد جالبه در قرن 19 شما ببینید مواجهه تمدنی، ما مسئله زن رو و به تبع اون مسئله حجاب رو، من به گمانم میرسه که نیازمند یه تحلیل سه سطحی هستیم، یه تحلیل سه سطحی. من فرصت نیست اینجا بگم، ولی همین مقدار اشاره میکنم برای دوستان عزیز دانشجویانی که مخصوصا میخوان تحقیق بکنن. در یه سطح کلام، سطح تمدنی، ما از زمانی که از قرن 19 نما کل جهان اسلام، کل جهان اسلام که با تمدن فرنگی روبرو شد، با یک شکاف تعارض تمدنی درگیر شد. و این شکاف تمدنی هم جالب اینه که اولین عنصری که به نظر میرسید که هم میتونست شیفتگی و جاذبه ایجاد بکنه و هم میتونست ترس و نفرت ایجاد بکنه، مسئله زنانگی بود. مسئله زنانگی بود. شما سفرنامه رو بخونید، سفرنامه میرزاساله شیرازی و ابوالحسن خان ایلچی و دیگران رو بخونید، ببینید وقتی داره فرنگ رو توصیف میکنه اولین چیزی که نظرش رو جلب میکنه زنه. زنهایی که تو خیابونا میبینن، توی بالماسکه ها میبینن. حالا این زنه یا این ناظر ایرانی جذبش میشه، جذب فرنگ میشه، یا پا تو سنت داره و نسبت به او تنفر ایجاد، متنفر میشه. ولی به هر حال زنانگی با فرنگی معابی یک جورایی با هم ارتباط برقرار میکنه. فوکولی فرنگی یعنی قرتی، یعنی زن صفت. خب و این مواجهه تمدنی هست که از قرن 19 اون سنت رو برمی آشوبه و مسئله زن و زنانگی رو تبدیل میکنه به یه پروبلماتیک جدی. برخلاف آنچه که ما دائم میگوییم و فکر میکنیم، اصلا مسئله زن و حجاب و بی‌حجابی، یعنی مسئله به نام حجاب و بی‌حجابی با رضاشاه شروع نشد. این ناشی از مطالعه به نظر من یه مقدار دیرهنگام تاریخ است. مسئله حجاب و بی‌حجابی و مسئله زن از عصر ناصری شروع شد، یعنی از همون دوره‌ای که ما با فرنگ ارتباطمون گسترش پیدا کرد. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قبل از رضا شاه، قرة العین اون بانوی انقلابی و عالم و بزرگ که البته به دلیل انتصابش به بابیه، خب معمولا جرأت ما نمی‌کنیم اسمشو بیاریم چون ممکنه متهم بشیم به طرفداری از بابیه و بهائی‌ها، ولی اون زن بزرگی بود. اساسا مفهوم زنانگی و مفهوم حجاب و بی‌حجابی مثل هر مفهوم تاریخی دیگری مفهوم تاریخی است. یعنی آنچه که ما امروز بهش میگیم بی‌حجابی الزاماً همون چیزی نیست که مثلا در عصر ناصری بهش میگفتن. اون همه تهمت‌هایی که به قرة العین زدن میدونید برای چی بود؟ فقط برای این بود که نقاب رو برداشته بود. بلا استریپتیز نکرده بود، نقاب رو برداشته بود. و شما ببینید از تو همین 120-30 سال اخیر چقدر کتاب نوشته شده درباره حجاب و ضرورت حجاب و وجوب پوشوندن وجه و کفین. حتی یعنی پوشوندن وجه و کفین هم جزئی از حجاب بوده و برداشتن اون، برداشتن نقاب، بی‌حجابی بود.
به همین خاطر قرة‌العین که این حجابو برداشت تو دشت و دشت در اون اجتماع معروف یک در واقع بمبی ترکوند در مجامع و محافل و بعدم تکفیر شد و چه تهمت‌ها که به اون نزدن. مفهوم حجاب و بی‌حجابی یه مفهوم تاریخی است، اساساً مفاهیم تاریخ داره، یعنی دیگه تو تاریخ مفهومی شما کارهای راینهارد کوزلک رو ببینید، تاریخ مفاهیم، مفاهیم تاریخ داره، یعنی مفهومی که ما امروز به کار میبریم باید بدانیم که لایه لایه معناهاش در طول تاریخ تولید شده، ممکنه به حاشیه رونده شده باشه یا ممکنه در ضمن مفاهیم امروزی و به صورت مرکب همچنان در جامعه ما وجود داشته. ولی کتاب‌هایی که نمیشه، اتفاقا من داشتم از ذریعه شیخ آقا بزرگ رو نگاه میکردم ببینم رساله‌هایی که راجع به حجاب و زن و اینا نوشته شده چه چیزایی هست. شما قبل از قرن 19 هم من که پیدا نکردم رساله‌ای نمی‌بینید که عالمی احساس وظیفه و ضرورت کرده باشه آمده باشه در دفاع از حجاب رساله نوشته باشه. اصلا مسئله نبوده، مسئله حجاب و بی حجابی مسئله نبوده، حساسیت ایجاد نشده، اصلا پروبلماتیک دوران نبوده. ضمن این که این حجابی که ما معمولاً ازش به اصطلاح بحث میکنیم در همین امروز در جامعه خودمون، حجاب کل جامعه هم نبوده. برای اینکه جامعه ایران از جمله جامعه ایران شهر نیست فقط، و شهر هم فقط طبقه اشراف و متوسط به بالا نیست. آقای طالقانی تو همین صحبتهایی که پخش کردن خیلی آگاهانه اشاره کرد جامعه ایران یه حوزه ایلی و شبانکاری داشته، حوزه عشیری، یه حوزه روستایی و دهقانی داشته و یه حوزه شهر. مسئله زن و حجاب و بی حجابی تو هر کدوم از این حوزه ها متفاوت بود. شما در عشایر، در ایلات، در روستاها اصلا چنین حساسیتی رو نه در گذشته میدید و نه حتی در بعد از دوران مدرن. نکته مهم اینه که حتی بعد از دوران مدرن پروبلماتیک زن و مسئله حجاب و بی حجابی حوزه شبانکاری ایلی یا حوزه روستایی نیست، حوزه شهری است. تازه تو حوزه شهری هم مسئله حجاب مسئله طبقه متوسط به بالاست و اولین تأثیراتی که زنان ایرانی گرفتند و راه پیدا کرده این تیپ زن جدید فرنگی از قشرها و طبقاتی بوده که ارتباط داشتن با فرنگ. و اینا کیا بودن؟ اینا زنانی بودن که یا دربار، زنان دربار بودن، یا زنان اشراف بودن، یا زنان دیوان سالار بودن تو قرن 19. و در صورتی که فرایند تحول تاریخی فرهنگی و تمدنی ما دوچار مداخلات آمرانه قدرت ها نمی شد. ببینید مسئله زن و مسئله حجاب و بی حجابی و پوشش و اینا شروع شده بود از اواسط دوره ناصری، از اواسط قرن 19 میلادی در ایران شروع شد. ولی چه سیری می توانست داشته باشد؟ تحول در عادات، عادتواره ها، هبیتوس، انگاره ها، رفتارها، پوشش، آداب غذا خوردن، آداب معاشرت. خب یه سیر تاریخی داره. هربرت الیاس یکی از جامعه شناسای تاریخی نظریه ارزم به حضورتون فرایند متمدن شدن رو در اون کتاب پروسه به اصطلاح سیویلیزیشن مطرح میکنه تو اروپا. البته در ایران من ارزم این است که این تعامل و مواجهه فرهنگی که داشت از اواسط دوره ناصری می آمد و تطور پیدا می کرد، در دوره مشروطه هم در واقع عناصر تازه‌ای پیدا کرد. ما داشتیم در واقع یه جور گفتگوی میان این مدرن با اون سنت رو شاهد بودیم، یعنی یه گفتگوی در افتاد، یه گفتگوی. حالا یا گفتگو انتقادی بود یا گفتگو همدلانه بود. و اتفاقا شما نگاه می کنید می بینید که از در واقع دوره ناصری
تا دوره رضا شاه ما داریم یک گفتگوی رو تجربه میکنیم که زنانی دارن از دل این برخورد سر بلند میکنن که نه آنچنان سنتی و پرده نشینن و با حجاب به معنی پس پرده، چون میدونید حجاب که ما به این معنا اصلا در قرآن نداریم. در قرآن یه بار کلمه حجاب اومده، اونم با تعبیر پرده است که به اصحاب پیامبر خداوند حکم میکنه که وقتی میخواید با زنان مسلمان، با زنان پیامبر ارتباط برقرار کنید، سعی کنید که از پس پرده، از پس حجاب. و آیات حجاب هم اول در مورد زنان پیامبر نازل شد. شما بهتر از من میدونید. این گفتگو داشت صورت میگرفت و ما زنانی رو شاهدیم در فاصله بین مشروطیت تا دوره رضا شاه تو اون 15 ساله که شما نگاه بکنید، نوشته هاشون نگاه بکنید، رساله هاشون نگاه بکنید، هفته نامه ها و روزنامه هاشون نگاه بکنید، روزنامه شکوفه رو مثلا نگاه بکنید، زنانی هستن که میخوان سنت رو نوسازی بکنن، زنانی هستن که میخوان هم زن ایرانی فاعلیت و عاملیت پیدا بکنه، شخصیت و کرامت پیدا بکنه، از اون حصارهای تنگ سنتی به جنس دوم بودن بیرون بیاد و هم ملیت خودش رو حفظ کنه، اسلامیت خودش رو حفظ کنه، استقلال خودش رو حفظ کنه. اتفاقا اینقدر که زنان ما تو مبارزه ملی برای استقلال تکیه میکردن روی پوشش ملی و خرید لباس ایرانی و دست رد زدن به واردات خارجی، مردها اینقدر واقعا تاکید نمیکردن. یعنی زن ایرانی داشت به این آگاهی میرسید. ولی متاسفانه فرایند تحولات، من وقت ندارم متاسفانه که 4 دوره ما در مسئله زن و مسئله حجاب بی حجابی، چون ببینید همیشه بی حجابی مسئله نبوده، بعضی موقع حجاب مسئله به دلیل این تقابل و تنش، 4 دوره رو ما اگه مطالعه کنیم با هم مقایسه بکنیم به نظر من درسای خیلی مهمی ازش میگیریم. شما دوره اول، دوره ناصری تا دوره رضا شاهی، دوره که مشروطیت هم بینش هست، دوره دوم بعد از دوره رضا شاه است، دوره رضا شاه است، ببخشید دوره دوم، دوره سوم بعد از رضا شاه است، یعنی دوره محمد رضا شاه. و من مخصوصا دهه 50 رو فکر میکنم باید روش تاکید کرد. دهه 50، 1350 خورشیدی دوره محمد رضا شاه و دوره چهارم دوره جمهوری اسلامی. این 4 دوره رو من فرصت ندارم با هم مقایسه کنم و توی مطالعه تطبیقی از منظر پروبلماتیک زن و حجاب و بی حجابی بگم که چه درسهایی به ما میده. تحلیل سه سطحی برای مسئله زن و به تبع اون مسئله حجاب و بی حجاب. یک سطح کلان تمدنی که عرض کردم اختصاصی به ایران نداره. اگر قاسم الامین در مصر اولین کتاب رو می‌نویسه به نام آزادی زن و بعد پشت سر اون عبدو و تحتابی و دیگران، برای اینکه ملموسترین و آشکارترین چیزی که در مواجهه بین جهان اسلام و فرنگ بلافاصله خودشون نشون میداد مسئله زن بود. یعنی خیلی روشن بود زنها میخواستن بیان توی صحنه، میخواستن مشارکت بکنن، پوشششون رو میخواستن تغییر بدن، میخواستن عاملیت پیدا بکنن. این هستش که شما این همه رساله میبینید. آها یادم رفت بگم، من داشتم توی ازدری تبرک میکردم راجع به رساله های حجاب، نمیدونم فرزندان آیت الله طالقانی خودشون خبر دارن یا نه، یه رساله هم از مرحوم آسد ابوالحسن طالقانی پدر آیت طالقانی دیدم که درباره حجاب نوشته، 2-3 تا رساله ایشون نوشته درباره نبوت و ارزم به حضورتون موضوعات دیگه، یکیش راجع به حجابه. مسئله حجاب مسئله سفور، سفور، سفور یعنی بیهجابی به تعبیر اون روزگاه، یعنی برملا کردن و چهره گشایی به تعبیر درست. سفور یعنی چهره گشایی، یعنی نقاب برداشتن. خب شما ببینید در همین دهه اواخر دهه 40 اوایل دهه 50 آقای مطهری توی روزنامه زن روز سلسله مقالات شروع کرد بنویسه برای دفاع از اسلام. چرا حوزه های علمیه و روحانیت سنتی اونقدر مورد حمله قرار شدن؟ چون اومده بود گفته بود که وجب و کفه این جزء حجاب نیست. ببینید حالا این در چه شرایطیه؟ در شرایطی که جامعه ایران
تو دهه 50 شاهد اون همه تحولات بوده. ببینید زمانه کجاست، زنان ما کجا هستن، روحانیت ما و حوزه‌های علمی ما کجا بودن که یه روحانی هملباس خودشون رو مورد حمله قرار دادن و بعضی ها حتی من شنیدم تکفیر کردم که چرا گفتید که زنها میتونن صورتشون رو در واقع آشکار بکنن و پوشیه و نقاب و اینها نزنن. سطح تمدنی، سطح کلام، سطح دوم، سطح متوسط، سطح دولت، سطح دولت. آمریت ها ببینید دو تا الگو در مقابل هم قرار داره. امروز همه همون رو تکرار. یکی مدرن سازی آمرانه و به تبع اون بی‌حجاب سازی آمرانه دوره رضا شاه، یکی هم سنتی سازی آمرانه و به تبع اون با حجاب سازی آمرانه تجربه جمهوری اسلامی. همونطوری که تجربه رضا شاه منقطع کرد یه تجربه تاریخی رو برای گفتگوی انتقادی میان مدرن و سنت در ارتباط با زن و حجاب و بی حجابی، متاسفانه جمهوری اسلامی هم منقطع کرد یه پروسه تجربه‌ای که ما در دهه 50 دیدیم. ویژگی محمد رضا شاه برخلاف پدرش این بود که دخالت مستقیم آمرانه اجبارآمیز در امر حجاب و بی حجابی نکرد، خودشو کشید کنار. خب و بعد شما ببینید، من تجربه کردم، کسانی هم که تجربه نکردن میتونن اسناد و مدارک رو ببینن، موج گرایش به حجاب، موج زن مسلمان انقلابی مدرنی که هم میخواد بیاد دانشگاه برخلاف دوره رضا شاه. ببینید دوره رضا شاه زنان مقاومت کردن، اکثریت جامعه زنان ما، زنان ایری ما، زنان روستایی ما که اساسا خارج از میدان بودن هیچ، ولی زنان شهری ما توی جامعه سنتی، اکثریت زنان سنتی مقاومت کردن، اما مقاومت منفی و منفعل، یعنی نشستن تو خونه ها نیومدن بیرون. تو جمهوری اسلامی هم مقاومت میکنن زنان، منتها این بار مقاومتشون مثبت و فعاله، یعنی میان تو خیابون. تجربه ای که ما تو دهه 50 داشتیم طی میکردیم چه تجربه ای؟ رژیم مرتب گزارش میدادن از دانشگاه ها که این موج عجیب و غریبی که تو دانشگاه ها راه افتاده از دخترایی که با روسری هن، با پوشش هن، دیگه مینی ژوپ و عرضم به حضورتون بدن نمایی های آنچنانی ندارن و این داشت اوج میگرفت و در واقع یه تیپ زن جدید داشت میمد به میدون که میخواست هم مدرن باشه و هم در این حال استقلال فرهنگی خودش رو حفظ بکنه، کرامت خودش رو حفظ بکنه و در این حال مطالبه حقوق داشت، مطالبه برابری خواهانه. زنانی که در دهه 50 بودن مخصوصا و مخاطب کسانی مثل آیت الله طالقانی و دکتر شریعتی و مهندس بازرگان و روشن فکران بودن، اینا زنان مطالبه گری بودن که خواهان برابری بودن، خواهان برابری حقوق بودن. این فرایند بدون مداخله سطح دوم دولت در صورت تداوم میتوانست به یه سنتزی منجر بشه. متاسفانه تجربه جمهوری اسلامی از همون سال 59 بلکه 57 اشاره کردن آقای دکتر جعفری و دوستانی هم اشاره کردن، تظاهرات زنان در 17 اسفند 57 و بعد سخنان پدر طالقانی، این تجربه منقطع شد و دوباره دولت یک مداخله اجبارآمیز کرد در امر زن و امر حجاب و بی حجابی که تا امروز، یعنی بحران نه تنها فروکش نکرد با این مداخلات بلکه تشدید و تعمیق شد. عرض بنده یکی اینه که این در واقع پروبلماتیزه شده مسئله زن و حجاب و بی حجابی یه مسئله تمدنی و فرهنگی است، در سطح تمدنی تحلیل بکنیم و بعد در سطح دولت تحلیل بکنیم و بعد در سطح اجتماعی تحلیل بکنیم و دوره هایی که در واقع ما داشتیم. حالا خب من دیگه فرصت نیست واقعا راجع به طالقانی اینجا صحبت بکنم و بگم که ببینید، من اینو برای بعضی از دوستان جوانم میگم، نه فقط در مورد طالقانی،
چون دیدم و شنیدم که بعضی از جوانها راجع به طالقانی به خاطر اینکه مثلا دو تا زن داشته، طالقانی دو تا زن داشته خودش، حالا حتما در پرسش و پاسخ خانم ها مطرح خواهند کرد، ولی حالا اون زندگی خصوصی های طالقانی، اینکه چرا طالقانی زن دوم گرفته، خانوادش شایستر از هر کسی میتونن جواب بدن که من واردش نمیشم، اما میخوام عرض کنم برای مطالعه متفکرانمون، برای مطالعه گذشتمون، هر گذشته، چه صدر اسلام باشه، چه پیامبر باشه، چه کوروش کبیر باشه، چه 50 سال پیش و 100 سال پیش طالقانی و غیر طالقانی باشه، اگر ما متد درست اتخاذ نکنیم دوچار مغالطه های عجیب و غریب میشیم. مغالطه هایی مثل مثلا قرائت out of context، یعنی مطالعه موضوع خارج از اون بافت و کانتکست خودش، مغالطه نوعی حالگرایی، مغالطه نوعی عامگرایی، اینا همه مغالطات و مخاطراتی است که ما تو مطالعه تاریخی ممکنه به دانش گرفتار بشیم. ولی من عرض میکنم طالقانی در ذیل اسلام نوگرا، گفتمان اسلام نوگرا، در تمایز با سه تا گفتمان دیگه، ما سه تا گفتمان در جامعه‌مون داشتیم تو این 100 سال اخیر، الان هم داریم، یه گفتمان سنتیه، یه گفتمان سنتگراست که این دوتا رو نباید با هم اشتباه کرد، متفاوتن، و یه گفتمان بنیادی است. اما طالقانی یک عالم روشنفکر نوگراست و در این نوگرایی اساس تفکرش رو و جهتگیری کلیش رو و مبانی اندیشه‌ایش رو ابتدا باید در نظر گرفت. در همین آیاتی که خونده شد، آیه دکتر جعفری هم بهش اشاره کرد، خیلی مهمه وقتی ما مقایسه می‌کنیم. ببینید دوستان، سروران گرامی، غالب مفسران وقتی رسیدن به اون آیه که یا ایها الناس انا خلقناکم من نفس واحده، گفتن که این آدم توی روایت‌های توراتی، توی اسرائیلیاتی که وارد تفسیرهای ما شده، که خب دیدید دیگه، خدا اول آدم رو خلق کرد، بعد زن که حوا باشه رو از دنده چپ آدم خلق کرد. طالقانی اینجا داره میگه که نفس واحده منشأ حیات، اصلا بحث تأنیث و تذکیر نیست، بحث مؤنث و مذکر نیست. اتفاقا اگه بحث تذکیر و تأنیث باشه عکسش درسته، چون میگه نفس واحده، ضمیر مؤنث به کار میبره. اگه ما بخوایم پایبند به ظاهر قرآن باشیم، باید بگیم خدا اول حوا را آفرید، بعد آدم رو از دنده چپ حوا آفرید، و خلق زوجا و خلق زوجا. خب من میبینم مردان دست میزنن، خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب اما طالقانی میگه این نفس واحده، این که صفت مؤنث به کار میره، ضمیر مؤنث به کار میره، نشون میده منظور این نیستش که اول آدم رو خلق کرده، معناش اینه که اول منشأ حیات خلق شده و بعد از این منشأ حیات در واقع انسان خلق شده. یا مثلا در بحث، چون آقا خواستن، ببخشید من ناشرم دیگه راجع به طالقانی حرف بزنم دیگه، آیه طالقانی در ارتباط با سوره احزاب و سوره نساء آیات مربوط به زن، ببینید چی میگه، خیلی مهمه دوستان توجه بکنید. آقای طالقانی به هر حال یه روحانی معممه، بخشی از یه صنفه، شما انتظار نداشته باشید که پرواز تاریخی بکنه. باید شما عوارض طالقانی رو در پرتو ذاتیات طالقانی یا فروع طالقانی رو در پرتو اصول طالقانی تفهم بکنید، بفهمید، ناگفته ها و نانوشته هاشو باید بخوانید، بین سطورشو باید بفهمید. و طالقانی میگه اصل در ازدواج بر تک همسری، قاعده تک همسریه، استثناء چند همسریه، اونم تو اون جامعه، تو اون جامعه جاهلی و در تمام جهان، در ایران هم همینطور بود، در روم هم همینطور بود، مردان به طور نامحدود میتوانستن زن بگیرن. پیامبر اومده محدودش کرده، گفته 4، تازه این 4 تا مشروط کرده، شرط گذاشته، قسط، عدل. به هر حال فرصت نیست، من عرض میکنم که
امروز ما البته فرایند تاریخی تحولات خودشو پیش میبره به نظر من، و سنت و فقه سنتی و سنتگرا و بنیادگرا دیر یا زود عقب نشینی خواهد کرد، کما اینکه در طول این 150 سال دائم عقب نشینی کرده، دائم عقب نشینی کرده. یعنی امروز امام جمعه مشهد نمیگه آی زنایی که نقاب ندارید شما بی‌حجابید، یعنی پذیرفتن همه دیگه، نه مثل تن دادن و تسلیم شدن به بسیار از پدیده‌ها تو این 150 سال اخیر. بقیه‌اش هم تسلیم خواهند شد، منتها با هزینه، با تأخیر، با تعویق. خب الان ما با این حکومتی رو برو هستیم که قانونش مبتنی بر فقه شد. کدام فقه؟ فقه سنتی 1000 سال پیش، فقه دورانی که دوران فئودالیته است، دوران بردهداریه. واقعا شرم‌آوره. من وقتی میبینم توی ارزم به حضورتون کتاب شیخ صدوق من لا یحزن الفقیه، یکی از 4 کتاب مهم کتب عربه شیعه، من وقتی میخونم اگر متوجه نباشم و بخوام مثل اینایی که میگردن از این برمار تو این کتاب ها یه چیزی پیدا میکنن که هو بکنن اسلام و قرآن و نمیدونم علما و اینا رو، خب بله میتونم هو، ولی اگه مطالعه تاریخ کنم من میفهمم که جناب شیخ صدوق چرا زیر باب بیع حیوانات داره صحبت از خرید و فروش انسان میکنه. یعنی ببینید انسان اینقدر برده، کنیز، غلام، اینقدر شأنش کاهش پیدا میکنه که اونجا تو کتاب من لا یحزر الفقیه میره تو باب خرید و فروش حیوان. نگاه بکنید من لا یحزر رو. خب این فقه، این فقه سنتی که حالا مبنای قانون در جمهوری اسلامی شده، خب معلومه که با زن چه کار خواهد کرد، معلومه که تن نخواهد داد به حقوق برابر زن با مرد. و این فقه البته تلاش شده توسط برخی از مجتهدان آگاه و زمانشناس که با اجتهادهای خودشون یه تحولاتی درش ایجاد بکنن، خیلی هم خوبه، درود میفرستم بر روح آیت الله منتظری که اینقدر شجاع بود که آم خیلی شجاعت میخواد داره تو این حوزه‌های علمیه بیاد وایسه بگه که باهایی که فقه ما و فقهای ما میگن خونش هدره، مالش هدره، ناموسش هدره، هیچ حقی نداره، بیاد وایس شجاعانه بگه باهایان شهروندان این کشورن و به دلیل شهروندی حقوق دارن، حق مالکیت دارن، حق تحصیل دارن، حق زندگی دارن. خیلی شجاعت میخواد. به هر حال بله، اگر این فقه درش از این نوع اشتادا بشه، اما من به شما بگم واقعیتش اینه که ما نیازمند یه انقلابی، نه در فقه که دستخوش امتناعه، بلکه بر فقه نیازمند آن این که فقه سنتی ما تبدیل بشه به حقوق مدر، و برای اینکه تبدیل بشه به حقوق مدر پایه‌های تازه‌ای باید براش بنا کرد، پایه عقل و عقلانیت مدر، معقولیت مدر، پایه علم مدر، پایه عدالت مدر. مفهوم عدالت به معنای مدرن کلمه، نه به معنی ارسطویی کلمه، چون در ذیل اون گفتمان و مفهوم عدالت ارسطویی که همه این علما و فقهای ما ذیل اون میاندیشیدن، همین تبعیض، همین تفاوت، همین نابرابری باز تولید میشه. ما نیازمند مفهوم به گفتمانی از عدالت هستیم که برابری انسانی رو میان همه انسان ها صرف نظر از طبقه و قومیت و جنسیت و همه عوارض دیگه بپذیره و یه حقوق مدرنی بنا بکنه که برابری رو ایجاد کنه. و طالقانی قطعا مبانی اندیشه‌اش و جهت‌گیری کلیش که میدونید طالقانی اساسی ترین امر در تفکرش آزادیست و عدالتی که معطوف به آزادیست. آزادی از نظر طالقانی اصل اساسی و راهنماست و بعد عدالت در واقع تحقق بخش این آزادی است. من فرصت ندارم و عذر میخوام با سلام بهتون. ممنون از آقای دکتر عبدالی. من فقط